خر برفت و خر برفت و خر برفت. یکی از صوفیان در راه خود به خانقاهی رسید. همین که وارد خانقاه شد، خر خود رو به خادم سپرد و وارد شد که استراحت کنه و عبادتی کنه. در این حین جمعی از صوفیان گرسنه و سختی کشیده به او ملحق شدند و با خبر شدند که صوفی دیگه ای هم وارد اینجا شده. با خود گفتند تا کی کشکول دست بگیریم و گدایی کنیم؟ ما هم آدمیم و وقت این رسیده که دلی از عزا در بیاریم. خر این صوفی رو بدونی که بفهمه بفروشیم و خرج غذا شادی کنیم. و به دیگر صوفی ها هم خبر دادند که بله امشب در خانقاه جشنی بپاس برای عبادت و پذیرایی بیایید. صوفی از سر شب دید که همه اون صوفی ها بسیار به اون احترام میذارن و در ناز و نعمت از این مهمان پذیرایی میکنند. صوفی بسیار خوشحال شد و جمع دیگر صوفی ها رو همراهی میکرد. بعد از اینکه شام خوردن شروع به سماع کردند. در سما ما بقیه صوفیان می گفتند خر برفت و خر برفت و خر برفت. صوفی ما ابتدا متعجب شد که این چه ذکریه که اینها میگن. اما دیگر صوفی آنچنان این ذکر رو می گفتند و شاد و سرمست شده بودند که صوفی قصه ما هم به تقلید از اونها شروع کرد به ذکر خر برفت و خر برفت و خر برفت. آنچنان گفت که سرمست شد و به خواب رفت. صبح بیدار شد و دید دیگر صوفی ها رفتند. به طویله رفت که خر خودش رو بگیره و با کاروان همراه بشه. خادم گفت خر تو اینجا نیست. صوفی پرسید مگر خرم را دیشب به تو ندادم که از اون مراقبت کنی؟ خادم گفت چرا؟ اما بعد از اینکه تو رفتی دیگر صوفی ها بر سرم ریختند و خر تو را بردند. صوفی گفت خب چرا به من اطلاع ندادی که بتوانم وقتی که صوفی ها هستند خرم را پس بگیرم؟ الان پیش چه کسی شکایت بکنم؟ گفت چندین بار آمدم که به تو اطلاع بدم، اما تو خودت خبر داشتی و با شادی میخواندی خر برفت و خر برفت و خر برفت. من با خودم گفتم عجب صوفی با کراماتی است که خر خود را فروخته و برای دیگران غذا خریده. و اما تفسیر قصه. در قصه قبل اون حکایتی که مرد روستایی وارد طویله شد و فکر میکرد که گاوش اونجا نشسته اما شیر آنجا نشسته بود، مولانا در ادامهش این قصه رو میاره و در مورد تقلید صحبت میکنه. ما در قصه قبل گفتیم که بعضی ها دینشون و شناخت خداوند رو تقلیدی یاد گرفتن و کهنه است و نمیخوان محقق بشن و این رو نو بکنن. مولانا این صوفی رو برای ما مثال میزنه که فقط با تقلید کردن از دیگران سرگرم میشه و نمیدونه اصل ماجرا چیه و چه آسیبی میخواد بهش بزنه. مولوی تقلید رو آفت روان میدونه. اونطوری که قبول داره ما آدم ها برای آموزش و تعلیم در ابتدا نیاز به تقلید، یادگیری و یا داشتن معلم و مربی داریم، اما این باور هم داره که ما باید خودمون هم تحقیق کنیم و محقق باشیم و جستجو کنیم و کورکورانه نپذیریم. مولانا به ما میگه هوشیار باشین که بسیاری از آدم ها برای عملی کردن نقشه های شیطانی خودشون ما رو به تقلید از خودشون وامی دارن و اجازه فکر کردن به ما نمیده و از ما میخوان که کورکورانه تقلید بکنیم تا به مسیری اشتباه بریم و از مسیر درست جا بمانیم. مولانا میگه اگر تقلید بکنی اما این تقلید تو رو به تحقیق برسانه این درسته، اما اگر تقلید تو بدون تحقیق باشه اشتباهه. مولانا میگه اغلب مردم برای ارضای نفسشون از دیگران تقلید میکنن و چنین تقلیدهایی چشم و گوش ما رو به روی واقعیت میبنده و کور و کر میکنه. دقیقا مثل همین شخصیت قصه ما که به خاطر تقلید کور و کر شده بود. اصلا نپرسید ماجرای خر چیه و کدام خر برفت، این شادی و این پایکوبی برای کدام خره. اما از کجا متوجه بشیم که تقلید ما کورکورانه است و نه تقلیدی از روی تحقیق؟ مولانا میگه که اگر از روی طمع داری تقلید میکنی قطعا تقلیدی کورکورانه است. و این تقلید کورکورانه و اطاعت کورکورانه به خاطر تأیید، به خاطر تشویق، به خاطر حظ و کیف زیاد نشان از طمع داره. این صوفی قصه ما به خاطر اون حال خوش و ذوق و سرمستی که در کنار دیگر صوفیان به دست آورده بود دچار طمع شد. یادمون باشه
حس هایی مثل شوق و ذوق، مستی اگر برای ما اتفاق افتاد از خودمون بپرسیم این حس از کجا میاد؟ از تمس یا از حقیقت ما؟ و باز مولانا جواب ما رو میده، از کجا بفهمیم از تمس این حس شوق و سرمستی یا از حقیقت ماست؟ مولانا میگه اگر خودت به تنهایی بتونی اون حس رو به وجود بیاری پس هستی درسته، اما اگر نه باید در کنار اونها باشی و در حال تقلید از اونها به این حس و حال برسی، این طمع و کوری و تقلیده. حواسمون باشه. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم از این حکایت هم پند لازم رو گرفته باشید. حق یارتون.